حالا بریم سراغ نازک کاری، ریزه کاری. به به به، پلو مرغو زدی و دیگه گود. اگر به عکس اصلی نگاهی بندازیم، ببینیم که مثلا اینجاهای زر خاکستری نیاز داریم، تو گوشا یه چیزایی لازم داریم، خط گردن اینا، بیام اینا رو درست کنیم. خب یه لایه درست کنیم اینجا، بذاریم بالای، بذاریم اسمش گری. ممکنه شما بگیم من دارم میخواد با جزئیات بیشتری باشه، بنابراین این چیکار میکنیم؟ بنابراین حتما با دو رنگ گری کار میکنیم. مثلا یه دونه خیلی تیره برمیداریم برای جایی که خیلی تیره، مثلا مثل کجا؟ مثل اینجا. یه خود با براکت ها اینو کم کنیم، بیم بکشیم مثلا از اینجا. اگه کشیدین دیدین زیادی کلوف شده، انتخابش کنید، این بغل توی استروکتو نازک کنید. ماشاءالله در امکانات حرف اول رو میزنه دوستمون. دوباره چی؟ این هم با همون راحت شد. الان روی پوست باید یه همچین خطایی داشته باشه. این خط دومی چقدر بد شد به خاطر اینکه ما نداشتیم تصویر اینجا. این دیگه اینو دیلیت میکنیم، همین خوبه. خب دستم روی این گریه، یه خورده اینجا رو میخوام دیگه، با این به نتیجه نمیرسم، پن لازم دارم. البته پیشونی دیگه نمیشه، یعنی باید یه سطحی رو درست کنیم برای خودمون. مثلا تا اینجا بعد میریم این انکر پوینت رو میاریم و مثلا از اینجا تا اینجا رو میکشیم، این رو میتونیم اینجا. اینجا هاشو یه خورده باید تغییر بدیم، به هر حال گوشه دیگه، یعنی مجبوریم که اینجوری ترش کنیم. اینجا اشکال داره، با کلیه جهت نما اینو میبریم بالاتر یا با این فلش دایرکت سلکشن اینو میذاریم اینجا. اینجا یه خورده باید تیزیشو بگیریم، اینو میاریم و یه خورده اینجوریش میکنیم. ماشاءالله حسین جون خیلی مرسی که پلو مرغ چسبیده، مستفیض میفرمایید. خب اینو ارزم به خدمتت، رنگ داخلش رو تغییر میدیم و میشینه رو پوست سوره، این تغییر مایا شبیه اون چاله گوش میشه. بخوایی میتونی به جزئیات اضافه کنیم، دو من نمیخوام. حالا میرم اینجا رو این گوش رو هم در نظر میگیرم، یعنی همیشه اینجوری نیست که با براش بتونیم به نتیجه برسیم. اینجا هم به نظر میرسه که باید یه شکل تقریبا اینطوری داشته باشیم، اینجا مثلا این سطح اول خاکستر ماست. باقی تیرگی ها رو در یک خاکستری دیگه ای
درست میکنم. اینجاست رو میذارم گری دو. این رو اگر من مثلا یه پله یا دو پله روشن کنم شاید یه مقداری نتایج بهتر شه. مثلا برای کجا؟ مثلا یه مقداری اینجاها رو در واقع درست میکنیم. یه خورده خط بینی براش قائل میشیم. نام رو باید درست کنیم. اینجا یه مثلا زیر پلک احساس میکنم داره. یه خورده شاید مثلا ما بتونیم اینجا هم یه تصوری از سایه زیر چشم براش درست کنیم، اگرچه با ترکیب کنیم با چشم ببینیم. احساس میکنم اینجا یه خط لازم داریم، اینو دیگه با این میکشیم. خطای پیشونیش هست. اینجا یه سایه های خیلی کوچیکی میبینم، اینا رو با این میکشم و توش رو رنگ میکنم. یه مقدار لاله گوش باید اینجا، من لاله ای نمیبینم. البته شاید شبیه گوشوارش ورش داریم، باید ببینیم چطور خواهد شد، مخصوصا این یکی که شیپش گرد شد. اوکی، حالا یه مقداری کار بهتره. بله این خاکستری خیلی حواس پرت کن شد، اینا نمیتونیم بذاریمشون. البته میتونیم بذاریم، چرا که نه. منتها یه خورده در کل این گری رو احساس میکنم زیادی روشنه، در حواس پرت میکنه. بیاییم اینجا ما میستیم بهتر شد و باز میتونیم بیشتر کنیم اینجا. آها اینا دو گروه هن. نمیشه. باقی لایه ها رو قفل میکنیم، فقط این لایه، این ستا. اینجا اما اینا دیگه خط دور ندارن، فقط رنگ داخلی دارن که ما بذاریم روی مثلا اینکه. آره اینجوری بازی زر بهتر. حالا بریم درستشو کنیم. من اینو یه خورده میخوام اینجا رو گرد کنم به این صورت. بذاره میرم بالا. اینجا گرد، اینجا اینجوری، اینجا گرد، اینجا اینجوری. بسیار خوب.
شما البته استاد ما اینو در تصویر سازی خواهش میکنم بسنتون بدم. خیلی خب، من احساس میکنم ما در این سطح میتونیم بگیم این تموم شده. البته ما در مورد این خطوط یه خورده رنگمون باید تیره ترشه. ما میتونیم بگیم کارمون تموم شده. این شکلی از در واقع وکتور یا فلت دیزاین است. میشه همه دقیق ترش کنیم، اون دیگه انتخاب شماست جناب حسین خان. من وقتی دو تا رو میذارم کنار هم احساس میکنم که خودش، یعنی همونقدر که از این میترسم از این هم جز این هم بود دیدی مونتا. یعنی که شمایی که مثلا رضایت نمیدی، حالا مثلا سفیدی هایی تو چشه این رو ایجاد کنی من بد نیست، یه خورده به نظر من کار بهتر میشه. لایر قسمت وایت، در قسمت وایت اینو میاریم مثلا اینجا چجوریه. برای یه برق درشتی داریم اینجا بذار از انتخاب خارج کنم، مثلا یه دونه بذاریم اینجا، مجبوریم یه وایت دیگه درست کنیم چون که بیفته رو، یکی اینجا یه دونه کوچیکتر درست میکنیم مثلا اینجا های جش بذاریم. ببینیم مثلا یه دای هویت میده به کارمون، ببینیم بهتر میشه. ولی مثلا این وسط یه مثلا دایره بزرگ بذاریم، فکر کنم بد شه این. آره بد میشه همین خوبه. برحال یکی دیگه هست میگه نه من میخوام خاکستریام چهار سطح بشم، مثلا برجستگی دارم، هی وارد جزئیات میشه، هی دیتیلز دیتیلز دیتیلز. این شکلی از تصویر سازی است. شکل دیگه ای هست که در واقع شما تو وکتور دیزاین خیلی میبینی و همینطور اینجا بهت نشون بدم، اون هم همینه ولی خب اشکال یه خورده دقیق تره. مثلا شما اینجا ببین، ما اینجا یه سوی کرکتر داریم به بحث کنیم راجبشون اینجا. خب اینجا چجوری ساخته اینو؟ مثلا دایره فلان با خط بارش این هم همونه ولی بیشتر از این استفاده کرده، یعنی برای اینکه کت اینو بسازه اومده اینجا اینجوری کرده اینجوری کرده اینجوری کرده اینجوری کرده، درسته؟ هیچ چیز خاصی نیست. بعد اومده داخلش رنگ کرده، یعنی خط رنگ بیرون رو میگیریم رنگ کنیم سایه ها رو، این چیز خاصی نیست، همینجوری دایره گذاشته رو هم، اینجا یه دونه لاین کشیده. میتونی میفهمی یا بکشم؟ بکشم؟ واقعا؟ مثلا با آلت چیکار میکنی اینو میزنی؟ آلت؟ پن و آلت رو نگه میداری چیکار؟ گوست میده چی؟ هیچ، اینه ابزارش انکر پینته، اینجوری میکنه؟ تو بعضی از فیلم ها میگفتی آلت آلت رو بگید یک کار میکنه شیفتو بگید یک کار میکنه. اون اینه، میخواییم اینو بزرگ کنیم اینجوری میکنیم آلت شیفت یه دست بزرگ یه دست میگفتی گوست میده اینجوری. آه اون اینه، من اینجا یه دونه اتپیم بود فکر کنم. چی؟ اتپیم بود فکر کنم. نه من اینو میکشم میبینه اینجا کلیک میکنم آلت رو نگهداری اینو قوس میده، کنترل نگهداری اینو حرکت میده. چیز خاصی نیست. اینم از این.